بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض. بخش 22 حدیث نورانی امام کاظم سلام الله علیه، خطاب به هشام ابن از احادیثی است که واقعا روح و جان به انسان میدهد. تنها مخاطب هشام بن حکم نیست، همه ما مخاطبیم. و همونطور که بارها عرض کردم، تمام فقرات این حدیث بر محور عقل و عقلانیت و خرد ورزی و اندیشه کردن در عواقب امور دور میزند. در این بخش 22 می‌فرماید ای هشام، عاقلان فضول دنیا رو رها کردن. کسی که فضول دنیا رو رها می‌کند به طریق اولا ذنوب و گناهان دنیا را ترک می‌کند. بعد اضافه می‌کند ترک فضول دنیا فضل است و اما ترک ذنوب فرض است. منظور از دنیا در اینجا مواهب دنیا است، نعمتهای مادی، به زبان ساده نعمتهای مادی. نعمتهای مادی دنیا معمولا به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول حاجیات، ضروریات. هر کسی احتیاج به 5 چیز در دنیا داره: لباس، غذا، مسکن، به اضافه همسر، به اضافه کسب و کار. این امور پنجگانه جز ضروریات است: لباسی که انسان را بپوشاند، غذایی که انسان را سیر کند، مسکنی که انسان را بی‌نیاز کند، همسری در زندگی و کسب و کاری برای ادامه حیات. اینا حاجیات. از این فراتر می رویم رفاهیات، اموری که نباشد لطمه ای نمی زند، اما باشد باعث رفاه در حد معقول. مرکبی داشته باشد، زیورهای مخصوصا برای زنان در حد معقول، محلی برای پذیرایی میهمان در حد معقول، وسائلی برای تفریح سالم در حد معقول. اینها رفاهیات، داشتنش هم ضرری ندارد به شرط اینکه در حد معقول باشه. اما بخش دیگر فضول الدنیاست.
اضافات بی دلیل، به تعبیر دیگر اموری است که جنبه هوسرانی دارد و شاید بخش عظیم مواهب دنیوی برگرده به همین قسمت اخیر، داشتن مرکب‌های متعدد، خانه‌های متعدد، وسایل مختلف متعدد و از همه فراتر اندوختن ثروت. بعضی ها اصلا اینکه حجم ثروتشون بالا بره لذت میبره. حالا این ثروت رو میخواد در چی مصرف کنه؟ مسکن دارد، نیازهای زندگی مادی دارد، مرکب دارد، زینت دارد. وجود ثروت برای او مایه لذت، و هرچه افزوده شود لذت او بیشتر میشه. در واقع میشود اونو به یه نوع جنون تعبیر کرد، جنون ثروت، جنون فضول دنیا، یا حالت دیوانگی انسان پیدا میکنی. ثروت ابزاره، نه این از یه هدفی باشه انسان به عشق او زنده بمانه، به عشق او شاد باشه. این عاقلانه نیست، این جنونه. و متاسفانه خرابی دنیا بر اثر همین جنونه. جنگ هایی که نگاه میکنید در دنیا سرچشمش چیه؟ یه عده سرمایه دار کلان نقش اصلی این جنگ ها رو بر عهده دارن. الان این ظلم بی حسابی که در خاورمیانه در فلسطین اشغالی داره میشه سرچشمه چیه؟ 50 سال و بیشتر است یه ملت اسیر، عده زیاد از اینها آواره در بدر، در مخیمات، خیمه ها زندگی میکنن. چرا؟ یه عده سرمایه‌داران یهودی در آمریکا نشستن، اینجا رو یه پایگاه قرار دادن برای غصب حقوق ملت‌های خاورمیانه و برای اینکه اثبات کنن موجودیت خودشونو، این سرمایه‌داران اونجا نشستن. یه عده دیگری هم که کارشون ایجاد سلاح‌های کشنده است، اینا دائما دارن اینها رو تولید میکنن، باید یه جا مصرف بشه. هر کجا جنگی بتوانن آتشش رو میافروزن. آتش جنگ ها افروخته شد، گاهی هم ملت ها رو از هم میترسانن. این شیوخ خلیج فارس از ما میترسونن، همسایگان از یکدیگر میترسونن، و به وسیله همین خوف و رعب اون وسائل نابود کننده و سلاح‌های مخرب رو به اونها تحمیل میکنند و سرمایه های اونها رو میبرند. برای چی؟ نیازمندن، زندگیشون لنگه، مسائل رفاهی ندارن، همه چیز دارن. حجم ثروت افزوده شود از آن لذت میبرن. فلان که از سرمایه‌داری هست که 100 میلیارد دلار ثروت داره، عاشق همین. این جنون است که دنیا رو به آتش کشیده و میکشد. و تا به سوی مکتب انبیا بر نگردیم، در برابر راهنمایی اونها زانو نزنیم و تسلیم نشیم، وضع این دنیا عوض نمیشه. ای شام،
عقلای دنیا فضول دنیا رو رها کردن. فضول رو که رها کردن میفرماید به طریق اولا گناهان رو رها میکنن. سرچشمه اون گناهان علاقه به فضول دنیاست. وقتی این سرچشمه خشکید گناهانم ترک میشه. میفرماید ترک دنیا من الفضل، ترک دنیا فضیلته. گاهی ممکن است انسان دنیایی هم داشته باشه، فضول دنیا هم داشته باشه، حرام هم نباشه، اما ترکش فضیلته. بنده یه ثروتی دارم که نیاز بهش ندارم، وجوهاتشو پرداختم، مالیاتشو دادم، در خدمت مردمم هست، تولید کار هم کردم، اما این ثروت رو دارم اضافه میکنم، این گناهی هم شاید نباشه، اما این فضول دنیاست. فکر انسان رو شب و روز مشغول میکند و آلوده گناه. در اینجا دو حدیث من یادداشت کردم، یکی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری از امام صادق علیه السلام برای تکمیل این بحث، و هر دو حدیث از سفینة البحار مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه است. اما حدیث نبوی فرمود لا یجد العبد حلاوة الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل دنیا. فرمود بندگان خدا شیرینی ایمان رو در قلبشون درک نمی کنن، مگر ایمان شیرینی داره. تعبیر به حلاوت ایمان در روایات مختلف وارد شده. ایمان واقعا لذتی داره، شیرینی داره، و تا انسانم درک نکنه نمیفهمه شیرینی ایمان یعنی چه. ایمان داره اما از اون ایمان لذت نمیبره، از شیرینی ایمان استفاده نمیکنه. اینکه بزرگان بودند از شوق خدا عشق میریختند و گریه میکردند، اینا کسانی بودند که شیرینی ایمان رو دریافته بودند. فرمود شیرینی ایمان رو انسان در قلبش احساس نمی کند، مگر چی؟ مگر اینکه دنیا و فضول دنیا و زرق و برق ها دست هر کسی باشه اعتنا نکنه. یه عده دیوانه ها آمدن ثروت های رو جمع کردن و از من دریغ داشتن، باشد جهنم که این مواهب مادی و زرق و برق ها در اختیار من نیست. البته من برای احقاق حقوق نیازمندان و محرومان باید تلاش کنم، اما قصه بخورم این قصر بسیار زیبا مال من نیست، نباشد. قصه بخورم این مرکب ها و اتومبیل های 2300 میلیون تومانی زیر پای من نیست، نباشد. کسی که بی اعتنا باشد به این زرق و برق ها، فرمود حلاوت و شیرین ایمان رو درک میکنه، و تا دل بسته زرق و برق است ایمان داره، اما لذت ایمانو نمیبره. امام صادق علیه السلام فرمود من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه جعل الله تعالی الفقره بین عینیه و شتت امره. فرمود کسانی که صبح و شام بکنند
مشغولیات فکر اونها دنیا باش. صبح به فکر دنیا، شب به فکر دنیا، دل مشغولی